بینندگان گرامی، درود به شما. در برنامه این هفته دیدار با هنرمندان و نویسندگان ایران در تبعید گفتگویی داریم با غلامرضا پرتوی، نویسنده رمان گورکا و انسانها. این رمان از دسته نادر رمان‌هاییه که به شرایط شکل‌گیری انقلاب 57 در جامعه ما می‌پردازه و از این نظر پرداختن به متن و مضمون اون از اهمیت برخورداره. مسلما شما اطلاع دارین که در عرصه ادبیات داستانی و رمان کمتر کتابی در ایران به مسئله شکل‌گیری انقلاب 57 پرداخته. علت اون هم چه بسا سانسور شدید و بیم درگیری با قدرتمداران حاکم در جمهوری اسلامیه که طبعا بازتاب واقعیت‌ها و کنکاش در درون روابط و مناسبات رو که به انقلاب 57 ختم شد تحمل نمی‌کنه. البته ناگفته نباید گذاشت که این مسئله در ادبیات تبعید هم چندان بازتاب پیدا نکرده که علت اونو باید در ویژگی‌های مسئله تبعید جستجو کرد. از این رو من فرصت رو غنیمت دونستم که به این کتاب بپردازم و با غلامرضا پرتویی که پیش از این هم کتابی از او به نام انسان در سیستم تفکر اسلامی رو در برنامه دیدار بررسی کردیم به گفتگو بنشینم. غلامرضا پرتویی گرامی، درود به شما. سپاسگزارم که دعوت منو برای گفتگو در برنامه دیدار پذیرفتی. من هم خیلی متشکرم عباس جان که من رو دعوت کردید که بتونم من چند کلمه رو با بینندگان این تلویزیون و این بخش از کار شما مطرح بکنم و در میون بذارم. اولین پرسش من درباره گورکا و انسان‌ها اینه که از کجا و با چه انگیزه ای شروع به نوشتن این کتاب کردی؟ و آیا توجه داشتی که تاکنون رمانی به این شکل از طرف مخالفین رژیم انتشار نیافته؟ همونطوری که خودت گفتی، رمانی که بتونه به این مجموعه وقایع بپردازه واقعا نوشته نشده یا حداقل خیلی کم نوشته شده. هر رمانی که نوشته شده گوشه ای از وقایع رو در ارتباط با بعضی از وقایع کوچک دیگر نوشتن ولی به کل مسئله برخورد نکردن. من بر مبنای اون تفکری و اون متدولوژی که خودم دارم به نظرم میرسه جامعه ایران یک وحدت یک پارچه است، در نتیجه تمام عناصر و المنتاش با هم ارتباط دارن. من برای نشون دادن این ارتباط و این انسجامی که جامعه داره و این پروسه جنبش که اوج که به اوج میرفت در واقع شروع کردم این رمان رو نوشتن. به اضافه من یک هدف دیگه هم داشتم، اون این بود که بحثی رو که میگه یک بحث از در جامعه میگه که آیا افراد جامعه نتیجه دور هم جمع شدن جبری جامعه هست مثل 1-2-3 و یا اینکه افراد جامعه فرزندان جامعه هستن در ارتباط ناگسست با هم. من این تفکر دوم رو خواستم در رمانم نشون بدم. ساختار جامعه رو که رمان در اون جریان داره چگونه ارزیابی میکنی و چرا بیشتر به روابط پیشا سرمایه‌داری پرداختی و نه به مناسبات کارگری و زحمتکشان شهری؟ اولا در محدوده روستا به خاطر اینکه من داستان گورکا را دارم تو این رمان شهر میدم، در نتیجه از کوه شروع میشه و به روستا میرسه و میرسه تو شهر، این یک مسئله. مسئله دیگه این که در این رمان من با ساختار سرمایه‌داری در واقع روبرو هستم. من به نظرم میرسه که جامعه ایران یک جامعه سرمایه‌داری است و دولت جمهوری اسلامی دولت سرمایه‌داری مذهبی در ایران و در این رمان شما میبینید که من در یک دهی دارم اوضاع رو شرح میدم که زمین از آن کسی است که میکارد، با وجود دهقان ها فقیر هستن همه اینا درسته ولی زمین تقسیم شده است، در نتیجه تولید روستایی، تولید تجاری سرمایه‌داران است. در این حال بغل این هم یک مؤسسه عظیم پرورش گاو هست که کاملا صنعتی جلو میره. این به اصطلاح زمین های کوچک سرمایه‌دارانی در مقابل یک صنعتی قرار گرفتن که سمت رشد این جامعه رو نشون میده. آیا وقایع و شخصیت های رمان برای تو شکل ملموس داشته و تو خودت شخصا این گونه شرایط رو از سر گذروندی و با آدم های از این تیپ ها رابطه داشتی؟
بله این هم هست، ولی من توی خود اون ده نشون دارم که کارگرهایی که در این مؤسسه صنعتی کار میکنن، در این گاوداری کار میکنن، چه وضعیتی دارن، در چه شرایطی به سر میبرن. یه مقدار اختلافشون با اون دهقانهایی که روی زمین کار میکنن و فقیر هستن و یا مرفه هستن هم چیه. در واقع شما کاملا درست میگید که من تو شهر زیاد به کارگرهای صنعتی نپرداختم، برای اینکه رمان این رو اجازه نمیده، در این حالی که عناصر این جامعه رو من در ارتباط با هم قرار دادم. من واقعا نمونه های خیلی تیپیک دارم که من با لمسشون کردم. مثلا من در زندگی سیاسی با یک نفر روبرو شدم که این یک فاحشه بود که بعدن خودش رو بله تنفروش که این در واقع خودشو از این کار کنار کشیده بود و شوهر کرده بود. یکی از رفقای خود من وقتی عموش از خونه بیرونش بکنه، بلندی که میترسیده پاسدارا بیان خونش و براش مزاحم ایجاد کنن، این خانوم این رفیق ما رو برد خونهشون، روزها و شبها با اسلحه پاسداری داد که اگر پاسدار اومد درگیر بشن و میرو فقاد رفیق ما رو نجات بدم. این کاملا من این نمونه رو لبن چیز کردم، دیدم در جامعه. در این حال گورکا رو در یک دهاتی در اشترانکوه لرستان، گورکا یک بچه دو ساله رو برداشتن بردن، چون زمستون بود لباس کلوفتی این بچه پوشیده بود، دندون گرگ به این بچه نرسیده بود، بردنش تمام شده بود. ولی بعدن هیچ معلوم نیست تحت چه شرایطی و برای چی چه اتفاقی افتاد که این بچه رو آورده بودن گذاشته بودن کنار و رفته بودن و حتی یک گازم بهش نزده بودن. این از این نمونه ها تو زندگی من دیدم. و یه مسئله هم به شما بگم، هر داستانی که نوشته میشه المنت های در جامعه داره، یعنی نمیشه آدم چیزی رو تصور کنه که در این جامعه یا در طبیعت نباشه. بله، همونطور که در ابتدا توضیح دادم، فکر میکنم که علت نپرداختن ادبیات داستانی درون ایران به مسئله انقلاب 57 روشنه. آیا تو هم اینطور فکر میکنی؟ در ضمن آیا میتونی بگی که چرا ادبیات داستانی تبعید که مشکل سانسور نداره نسبت به بررسی شرط شکلی انقلاب 57 بی‌اعتنایی کرده؟ من فکر میکنم یک علت مشترک است، یعنی خارج از ایران تابع اون جریان داخلی هست. اون هم یک سیستم فکری که در مجموع ما ایرانی ها وجود داره، اون اینه، یک جریان بینش مذهبی، چه در درون چپ و چه خارج از چپ، اون که همه چیز در کنار هم قرار گرفته، همه چیز رشد میکنه، در یه ارتباطات هم با هم هست، ولی تحت تاثیر عمیق هم به وجود نیومدن. در نتیجه رمانی هم که نوشته میشه به یه بخش میپردازن، تموم میشه میره پیگاهش، حالا میخواد داخل باشه میخواد خارج باشه. مثلا شما ببینید خود داستان کلیدر، آن یک مناسباتی رو شرح میده کاملا محدود در یک محیط محدود عشایری و خارج نمیشه، و چیزی رو شرح میده که انسان برای قهرمانی از داستان اشک میریزه با خلاقیتی که نویسنده نوشته، که دیگه قهرمان داستانش در شرایط امروز نیست. من فکر میکنم این اون علت اساسیه که رمان نویس، اونهایی که رمان می نویسن به این مجموعه نمی پردازن، یعنی این مجموعه رو یک واحد کل نمی بینن که باید این واحد کل رو شهر داد، باید به این واحد کل رسیدگی کرد. این المنتی که داری شهر میده، این عنصری رو که در داستان داری می پرورونی، این جدا از یه عنصر دیگری که در اون ور جامعه هست نیست. برای اینکه اینو خوب بپرورونی باید به اون عنصر هم رسیدگی بکنی، حداقل گوش و کنارهاش رو باید ترسیم بکنی. آیا دور بودن نویسندگان تبعیدی از ایران و پیچیده بودن مناسبات و ساختارهای زندگی اجتماعی در تبعید، خود این عاملی نیست که نویسندگان به این مسئله نپردازن؟ یعنی دور بودن سبب میشه آدم کمتر تماس داشته باشه و نتونه روابط رو به درستی تجزیه و تحلیل کنه، و یا درگیر بودنش با مناسبات تازه‌ای که پیش روش داره
اون فرصت پرداختن به مسائل ایران به مسائل ایران بهش نده و یا ذهنیتشو به عرصه های دیگه بکشونه. اینا فکر نمی کنی تأثیر داشته باشه؟ درسته، اینها میتونن خیلی مؤثر باشن و واقعا بعض وقتا خیلی تعیین کننده هم مؤثر باشن، ولی من یک مثال برای شما میزنم. در جنبش چپ، اونهایی که واقعا تحقیقات اجتماعی میکنن، میبینید که و با یه متدولوژی دیگری روبرو هستن و کار میکنن، یعنی با ماتریالیسم دیالکتیک کار میکنن، این مجموعه رو مرتب در سیاستاشون در نظر میگیرن، جامعه رو در کل بررسی میکنن. ولی وقتی به صحنه هنر، فرهنگ و ادبیات میرسه، ما با این کمبودی که شما میگید روبرو میشیم. این ناشی از اون جریان متدولوژی فکری مجموعه ما نویسندگان و محققین در مجموعه. از دو شخصیت برجسته رمان، بلال شخصیت ثابتی داره ولی بهمن بسیار متغیر و جنجالیه. این دو شخصیت سمبل چه نمونه های اجتماعی هستن؟ ببینید، بلال یک متعلق به یک خانواده است که مناسبات افراد این خانواده خیلی با هم خوبن، یعنی یک آرامش توی خانواده است. در این حال بلال در قدم به قدم از نظر سیر فکری به طرف جنبش کمونیستی میره و در واقع بینش کارگری پیدا میکنه. بلال، این بلال از نظر من، اون چیزی خواستم نشون بدم، این صلابت و آرامشی رو داره که جنبش کارگری در واقع داره. با هر تغییر زیاد نمیکنه، با هر اخمی اخم نمیکنه و حرکتش کاملا تقریبا حساب شده است. در این حال بهمن یک شخصیتی از یک طبقه بورژوازی، اول خورده بورژوازی بعد بورژوازی مرفه، که در یک خانواده بسیار پروبلمی زندگی میکنه و این شخصیت در نوسانات اجتماعی خیلی در غلیانه و با هر تغییر پیدا میکنه. من این رو نمادهای دو حرکت اجتماعی دیدم و میارم جلو. در واقع این رو نماینده جنبش کمونیستی دیدم که مسئولش مراد هست، که آدمی به سراغ پرسلاوتیه با وجود روستاییه، و این در واقع خودش هست که مرتب در حال غلیان هست. در طیف اشرافیت ایران اون روز سه نمونه مهم معرفی شدن: شهرام، هوشنگ خان و تیمسار اعظم. آیا مهمترین تیپ های اشراف فقط همین سه نوع، یعنی فئودال سرمایه‌دار و بوروکرات و نظامی ها هستن؟ آیا در اون شرایط خبری از سرمایه‌داران صنعتی نبود؟ ببینید، در یک داستان نمیشه شخصیت ها رو به طور مصنوعی خلق کرد. مثلا تو داستان کلیدر یه دهقانی بسیار فقیر بی سوادی ازش میپرسن این قلعه تاریخ چی بود، یه تاریخ عظیمی رو مطرح میکنه. در واقع در کلیدر این درسته، نمیتونسته دولت آبادی بیا یه قهرمانی به تراشی بذاره اونجا بعد محفش بکنه. در این داستان رو دست رمان گورکا و انسان ها دقیقا اینجوریه. یعنی من سعی کردم در این محدودهی که رمان در جریان داره اینها رو بیارم. مثلا شما ببینید، شهرام نماینده مالی هست که یه سرش به صنایع اروپایی وصله، سرمایه مالی و صنایع اروپایی، یه سرش به صنایع و مسائل مالی داخلی، یک آدم دلال سرمایه داره. این یه سمبولی که تو جامعه ما خیلی هم نقش مهمی داره. در واقع هوشنگ خان یک آدم صنعتیه، یعنی صنعت گاوداری داره در مدرن ترین وضعش در یه دهی. تیمسار اعظم نماینده قدرت سیاسی جامعه است، حداقل در درون رمان نشون میده. من در این سه شخصیت خصوصیات اینها رو، اون معذرت میخوام با این لغت باید بگم، فساد و کثافاتی که در این طبقات بالا و دلال منش بودن رو خواستم ترسیم بکنم. ملا باقر یه ملا ساده و کوچک دهی دور افتاده است که در جریان جنبش 57 در منطقه شمال به قدرت میرسه.
در این شخصیت چه چیزایی رو میخوای نشون بدی؟ چون این ملای ساده یهو یه نقش بزرگی ایفا میکنه و این یه جورایی با واقعیت همخوان نیست. یعنی اونایی که نقشای بزرگ در جمهوری اسلامی دارن وضعیت مهمی پیش از انقلاب هم در جامعه داشتن، ولی این ملا نداشته. بله، ببین من یه مثال برای شما میزنم. در شهری که من زندگی میکردم یک آخوندی رو میشناختم که بسیار آخوند کوچک بی سوادی بود. این بعد از جریان جنبش 57 تبدیل شد به رئیس کمیته شهر ما و در وهله اول 16 نفر رو به تیر اعدام بس. یک آخوند کوچولو. ولی من مثلا در این رمان فقط این نیست، اینه که نشون بدم روحانیت از اون کوچیک کوچیک کوچیکش وقت یک الیمنت های در درونش هست، روحانیتی که اتفاقا در خورده بورژوازی فقیر هست، یعنی خورده بورژوازی فقیر مذهبی یک الیمنت های در درونش هست، یک عناصر فکری و روحی در درونش هست که در شرایط مساعد وقتی پیش بیاد به یک ملا باقری تبدیل میشه که همه کار جامعه میشه، روی نش انسان ها میره برای به هدف رسیدن خودش و تمام رذالت ها رو برای اینکه بتونه به یک هدفی برسه به کار میبره. در این کتاب ما با یه زن تنفروش آشنا میشیم. چرا پای این زن رو در داستان به میان کشیدی؟ طبعا زنان تنفروش نمونه های محروم جامعه ما هستن، ولی نمونه کاملتری از این محرومیت رو میشه در زنان دیگه دید. آیا نمونه زن ستم دیده دیگری نمیتونست در این زمینه وارد بشه؟ بله، ببینید مسئله تنفروشی یک پدیده اجتماعی است که ناشی از منافع طبقات حاکم است. یعنی وقتی این طبقات حاکم نه تنها از نیروی کار مردم زحمت استفاده میکنن، بلکه از تن آدم ها هم در صورت لزوم استفاده میکنن. امروز جمهوری اسلامی کل آدم زنان تنفروشی که از فقر واقعا به این رسید به این میپردازن تحت نظر سپاه پاسداران کاراشون انجام میدن. حالا این جنایت طبقاتی و این جنایت مذهبی که ناشی از جدایی جنس ها در جامعه هست که تشدید میشه، برای سرپوش این جنایت این قشر فقیر مظلوم با احساس رو مهر بی‌شرافتی بزدن. من در این رمان می‌خواستم نشون بدم و نشون دادم فکر کنم که این قشر، این آدم های این قشر بسیار حساس هستن، بسیار انسان دوست هستن و بسیار فداکار در شرایطی که لازمه این فداکاری. اینها انسان های بی‌شرفی نیستن، بسیار هم با استعداد هستن، در شرایطی که پیش بیاد استعدادها خلاقیت های بسیار عالی از خودشون نشون ده. اون کسی که بی‌شرف هست و اون کسی جنایتکار هست که شرایط اجتماعی ایجاد میکنه که اینها مجبور باشن در فقر به این وضع بپردازن. این هدف من بود. بله درسته، البته آدم میتونه این شخصیت رو به مثابه فردی که کلن زیر شدیدترین ستم هاست تلقی بکنه، ولی خب از اون جهت که این آدم یه ویژگی داره آدم فکر میکنه که چهره های دیگه هم در این رمان میتونست بیاد که نمونه زن سنتی تحت ستم رو معرفی کنه، ولی از این زاویه که توضیح میدی قابل قبوله. به نظر من میشه از این زاویه هم دید، جدا از جنبه های مبارزاتی که کاملا درسته، پرداختن به سرنوشت آدم هاست. بهمن شخصیتیه در کتاب که دست به چند جنایت میزنه، ولی با اینکه بر اثر عوامل و حوادثی تغییر شخصیت میده باز کشته میشه. آیا هر کس آدم کش باید کشته بشه یا با توجه به معیار دیگه‌ای سرنوشت رو برای او رقم زدی؟ بله،
ببینید این یک مسئله خیلی چیزی هست، یعنی یک مقدار توضیح لازم داره. رهبران جمهوری، بعضی رهبران جمهوری اسلامی هزارها نفر رو دستور دادن کشتن و خودشون با تیر زدن، ولی آخرش هم مردن و کسی هم نکشتشون. مسئله اینه، در این داستان بهمن دست به جنایت‌های زیاد میزنه، ولی بهمن در شرایط متحول میشه و تبدیل میشه به یک انسان، در حال تبدیل شدن به یک انسان مثبت. تا اونجایی که این هنوز به جنایت و کسافتکاری های خودش ادامه میداده، طبقه جدید یا حاکمین جدید ازش وجودش بسیار استفاده میکردن، حتی بهش انقلابی میگفتن، بهش ماموریت های انقلابی میدادن و تحت پوشش خودشون داشتن و حفظش میکردن. بهمن اونجایی که اتفاقا حالا میخواد ببره از اینها و میخواد در تقابل اونها قرار بگیره و به عنوان یک مثبت انسان مثبت قد علم کنه، اونجا میکشنش. یعنی من میخوام بگم که در واقع این جنایت هایی که بهمن کرده عامل کشتن این نبود، اتفاقا عامل حفظش بود. اونجایی که بهمن تبدیل به آدم دیگری میشه، میکشنش. در این رمان مراد گویا نمادی از چپ جامعه است، ولی این نماد در جلوی صحنه نیست، یعنی گاهی ظاهر میشه و زمانی غایبه. حالا با توجه به نقشی که چپ جامعه در اون روزها در جریان انقلاب بازی کرد، به ویژه در رابطه با قیام، چرا برای مراد وزن بیشتری در داستانت ایجاد نکردی؟ درست. ببینید، جنبش کمونیستی ایران 100 خورده سال سابقه داره. در لحظات جنبش کمونیستی ایران، اولین جنبش های کمونیستی در جهان بودی که منطقه رو زیر نفوذ خودش آزاد میکنه، مثل گیلان مثلا. ولی این جنبش فرو میشینه. جنبش سوسیال دموکراتیکی که به وجود اومد به نام حزب توده و غیره و غیره، اون هم محفه، اصلا مطرح نیست. بعد هم جنبش چه کمونیستی قد علم میکنه در جنبش چریکی و واقعا نقش بارزی و بسیار پرسر و صدایی رو در جامعه وجود داره. ولی خود این جنبش هم در زمانی که میرسیده به طرف یواش یواش انقلاب سرکوب میشه. ولی یک مسئله هست که در کنار این جنبش، یک حرکت تاریخی سازمان یافته شده روحانیت قرار داره، حرکتی که سازمان هرمی شکلش از حجت الاسلام ها شروع میشه تا اون آخوند کوچک ده ملا باقر داستان. این نقش بسیار روشنی رو در جامعه بازی میکنه و تعیین کننده. جنبش کمونیستی میاد در روسانه، میاد و میره، ولی این روحانیت میاد انجام میده، مردم رو متشکل میکنه، حتی بخشی از چپ رو میکشونه دنبال خودش به نام اینا ضد امپریالیست هستن. درست. که البته بخشی از این جنبش چپ که گفت اینا ضد امپریالیست هستن، البته خب از خودش هم انتقاد کرد و خودشون نجات دادن، ولی واقعیتی بود در اون زمان اینطوریش بود. یه واقعیت دیگه هم باید گفت، بدون شرکت طبقه کارگر، بخشی از طبقه کارگر در صنایع نفت، اساساً رژیم شاهنشاهی نمیتونست ریزش بکنه، روحانیت هم قادر نبود این کارو بکنه. ولی این بخش از طبقه کارگر دارای یک انسجام سازمانی بینش روشن طبقاتی برای حل مسئله طبقاتی جامعه نبود. به همین دلیل در رمان شما میبینید میاد و مراد و پشت صحنه میره و دوباره میاد پشت صحنه، رو به صحنه، دوباره میره پشت صحنه. ساختار قصه تو کلاسیکه، یعنی از همه اون مقدمات و ایجاد گره و اوج و فرود و غیره برخورداره. حالا با توجه به اینکه شما در عرصه ادبیات داستانی کار خیلی زیادی نداشتی، ولی جالبه که این فضا و ساختار رو به خوبی حفظ کردی و تا پایان رفتی، این تجربه از کجا میاد؟ من اول فکر کردم که من با رمانی بنویسم که این داستان این 18 سال 19 سال شهر بده در کلی ترین حالاتش در جامعه، یک.
دو، این که من حسابم رو با این بینشی که میگه که انسان‌ها کنار هم واسدن در جامعه بدون ارتباط به صلاح ارگانیک با هم، حسابم رو تصفیه بکنم و بگم که انسان‌ها فرزندان اجتماع هستن و در تغییر و تغییرات جامعه تغییر پیدا میکنن. وقتی این برای من روشن شد، من قلم رو که گذاشتم روی کاغذ فکر نکردم که چه چیزی رو باید بنویسم و چه چیزی رو نباید بنویسم. من قلم رو آزاد گذاشتم، به دلم و تمام سلول‌های بدنم گفتم حالا بنویس و اون نوشت. روشن، وقتی داستان تموم شد تصحیحات کردم توش، ولی در بعضی صحنه‌های مثلا ملاقات یک مادری با پسرش که همون بلال باشه، من یهو متوجه میشدم که نوشته های من خیس میشم، خودم منقلب میشدم و اشک میریختم. بعدن تصحیح کردم این داستان به وجود آمد. حالا بر مبنای چه تجربه ایزد نیست، من واقعا خودم هم نمیدونم، این خلق شد این داستان. در واقع این یه تجهیز درونی پیشینه که کمک کرده به خلق این رمان. بله. فکر میکنی که ادبیات امروز ایران چقدر در هماهنگی روح و خصلت جامعه حرکت میکنه و اونا رو بازتاب میده؟ ببینید، ما در یه دورانی هستیم که دو طبقه متخاصم روبرو هم وایستادن. یکیش کاملا متشکله، یکیش هم متشکل نیست. این که در قدرت متشکل، اون که در قدرت نیست، که طبقه کارگر متشکل نیست، پراکنده است. از نظر بینش هم دچار پراکندگی هست. سازمان‌های مختلف، افکار مختلف، نظریات مختلف در تقابل مقه. البته این ضرورت این جنبشه که در تقابل هم قرار بگیرن و واقعا قدم به قدم رشد کنن، هم رو نفی دیالکتیکی بکنن. ولی به علت این ساختار سیاسی که در بدن جامعه و در بالای جامعه هست، به نظرم میرسه ادبیات امروز هنوز نمیتونه اون کل رو در مجموع خودش ترسیم بکنه. حالا یه پرسش در یه زمینه دیگه، ادبیات زنان و رمان نویسی توسط اونا رو در جامعه امروز ایران بررسی کردی؟ نه، برای اینکه من رو این زمینه، با وجودی که در زمینه مسئله زنان در جامعه کار کردم و خیلی هم حساسم، ولی در زمینه ادبیات و در زمینه ادبیات داستانی من حقیقتش الان این به سوال شما رو نمیتونم جواب بدم، برای اینکه نمیخوام بی خود حرف زده باشم. آیا کار تازه‌ای در زمینه ادبیات داستانی در دست داری یا در هر زمینه فرهنگی دیگه مثل داستان، شعر و غیره؟ بله، من یک رمانی رو در دست دارم، اسمش هم خودم گذاشتم مثلا جنبش سبز و یا اوهام سبز، یه همچین چیزی. این کتاب اساساً در زمینه مناسبات کارگری و جنبش کمونیستی داره کار میکنه. تو اون عرصه توی همه زمینه ها، گوشه کنارهاش و سیاستهاش و غیره و غیره، که رب پیدا میکنه با عناصر هیئت حاکمه، طبقات و جنبش سبز و غیره دارم کار میکنم. البته خیلی آرام داره جلو میره، خیلی لاغ پشتی ولی جلو میره. یک کتابی دارم در دسترس به نام چیز هست، شیوه تولید آسیایی و ساختار جامعه ایران. یه کتابی که من 6 سال دارم روش کار میکنم، به احتمال قوی حدس میزنم یک سال دیگه کار داره هنوز. و از نظر خودم بعضی زمینهای تاریخی ایران رو تونستم به سطح تئوریک برسونم. به نظرم میرسه اگه چاپ بشه میتونه تأثیر داشته باشه در سیستم بررسی محققینی که در آینده تحقیق خواهند کرد، فکر میکنم. گویا در زمینه فیلم هم داری کار میکنی؟ بله، یک
البته من زیاد تجربه ندارم، کاملا آماتوری کار میکنم. من به عنوان شاگرد شما حاضر هستم همه چیز یاد بگیرم. یک فیلمی درست کردم به نام، یعنی در زمینه قتل عام سالهای 60 و 67، و یک فیلمی هم درست کردم که هنوز تموم نشده به نام زن در تاریخ، که در کل جوامع بشری در مجموع حرکت بشریت تا امروز مسئله زن از کی آغاز میشه به صورت مسئله ویژه و امروز در چه شرایطی هست. غلامرضا پرتوی گرامی، با سپاس دوباره از اینکه دعوت منو برای این گفتگو پذیرفتی، امیدوارم باز هم تو رو در این برنامه ببینیم. در حالت من هم از شما خیلی متشکرم که این امکان رو دادید که من بتونم چند کلمه‌ای صحبت بکنم با شما و با بینندگان شما و بعضی نظریات رو مطرح کنم. حتما در آینده من از وجود شما استفاده خواهم کرد و یا سوء استفاده خواهم کرد و با هم برنامه‌های دیگری رو خواهیم داشت. خیلی هم خوشحال خواهم شد. من هم از شما سپاسگزارم. بینندگان گرامی، در اینجا برنامه دیدار با هنرمندان و نویسندگان ایران در تبعید به پایان میرسه. برای ما نامه بنویسید. تا برنامه بعد، روزهای خوبی رو برای شما آرزو میکنم.